بسم الله الرحمن الرحیم. ما از دوست عزیزی که این برنامه رو در اینجا مطرح کردن تشکر میکنیم و ضمناً گلایه دوستانه هم از ایشون داریم و همینطور از همه شما شرکت کنندگان در این بحث تشکر میکنیم. بحثی که مطرح بوده بحث بار لغوی کفر و ایمان هست. ایمان به معنای باوره و کفر به معنای ناباوری. نسبت به هر موضوعی انسان میتونه مؤمن باشه، میتونه کافر باشه. ما که به خدا مؤمن هستیم به شرک کافریم، ما به راه های باطل کافر هستیم. سوال این بوده که آیا کسانی که پیرو ادیان آسمانی دیگری هستند غیر مسلمان ها، آیا اینها در اصطلاح معارف اسلامی کافرند یا کافر نیستند؟ و بحث بر اینه که بله، اینها به خدا مؤمنند، به حضرت عیسی مؤمنند، به حضرت موسی بن عمران مؤمنند، اما قرآن و معارف دینی قرآنی رو و پیامبر اسلام رو باور ندارند. و معنای کفر هم همینه. کفر یک توهین نیست، چون خود ما هم به خیلی از چیزها کافریم. ما به اموری مؤمن هستیم و به امور دیگری کافر هستیم. و این اصطلاح رو هم که قرآن کریم به کار میبرند به همین معناست، یعنی کسانی که کفر میورزند به قرآن یا کفر میورزند به پیغمبر اکرم به این معنا که باور نمیکنند. خب اینها نسبت به حضرت عیسی مؤمنند، پس مراحلی از ایمان رو دارند. بنابراین ما نسبت به پیروان ادیان آسمانی، چه یهود و چه نصارا، به اینها هیچ گونه توهینی رو روا نمی‌داریم. اینها پیرو دین الهی هستند، ولی نسبت به اسلام باور ندارن. خودشون هم میگن ما باور نداریم دیگه. پس کفر و ایمان به این معناست. نمیدونم چرا از این مسئله دوست ما چنین برداشتی کردن و بعضی از ذهنها رو هم با سوالی مواجه کردن. امیدواریم که خداوند به اونچه که مورد نظر و رضای اوست ما رو موفق کنه.